خدمت تک تک شما عزیزان سلام عرض میکنم. به خانه خداوند همگی خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که همه ما با هم اینجا در خانه خداوندمون ساکن هستیم. خداوندی که شبان بره هاست، خداوندی که امروز اومده تو رو از وجود خودش پر بکنه. یه مقدار هیجان زده هستم برای پیغام امروز، چون امروز خداوند با یه گروه خاصی کار داره. امروز خداوند با همه فرزندانش کار داره، ولی به طور مخصوص یک کار عظیم میخواد تو زندگی فرزندان صادقش انجام بده. فرزندانی که در هر صورت، در هر شرایطی که بودن به خداوند وفادار بودن. فرزندانی که اراده پدرشون رو به اراده خودشون ترجیح دادن. فرزندانی که تو تمام سختی‌ها، تو تمام مشکلات، تو تمام فشارها ایستادن و گفتن که نه به خواهش من بلکه به اراده تو، آنچه که تو میخوای برای من انجام بشه. امروز خداوند میخواد تو زندگی این عزیزان یک کار عظیم انجام بده. میخواد بلندشون کنه، میخواد تسلی بهشون بده، میخواد برکت بهشون بده. امروز پیغام رو تیکه تیکه تو طول قسمت پرستش پیغام رو تیکه تیکه بهتون میگم، چون خداوند مرحله به مرحله امروز میخواد کار بکنه. امروز روز تسلیه، روز قوته، روز شفاه. برای کی؟ برای کسایی که وفادار بودن، برای کسایی که میگن خداوندا میخوام نام تو تو زندگی من جلال داده بشه، برای کسانی که همه چیزشون رو گذاشتن تا فقط خوشنودی پدر رو داشته باشن، از همه چیز گذشتن، بها دادن، درد کشیدن، حرف شنیدن، ولی گفتن خداوندا میخوام نگاهم به نگاه تو باشه، خداوند منو به حساب بیار، زندگی منو به حساب بیار، میخوام شبیه تو باشم، میخوام روز به روز بیشتر شکل تو بشم. کسایی که تو تمام مشکلاتشون ایستادن و نه فقط برای خداوند ایستادن، بلکه برای خواهر برادرشون ایستادن، ایستادن و ایستادن، و به طور مخصوص اون افرادی که مشکلات فراوان تو زندگیشون هست، بارها دعا کردن، برای دیگران دعا میکنن، درهای آسمان سری باز میشه، برای خودشون دعا میکنن، هنوز جواب نگرفتن. امروز خداوند میخواد این عزیزانو بلند بکنه و تسلی و قوت بده. شاید بارها شده دل تو شکسته، نه از خداوند، چون من امروز میخوام راجع به اون افرادی صحبت کنم که عاشق خداوند هستن، افرادی که دلشون از خداوند نمیشکنه، فقط دلشون میگیره، از مشکلات میگیره، از چیزهای مختلف میگیره، کسایی که بارها و بارها به اینجا رسیدن ولی باز گفتن خداوندا میخوام قوت تو بریزه، فیض تو بیاد، فقط بدونم که تو مرا دوست داری، تو کنار من هستی، برای من کافیه. و کسانی که مثل ایوب زندگی پر از سختی، پر از درد، پر از رنج تو زندگیشون دارن، و مثل پولس افرادی که خاری تو جسم دارن ولی با همون خار دارن خداوند رو جلال میدن. امروز خداوند با این سری افراد کار داره و میخواد بلندشون بکنه. اگه نوبتی هم باشه، نوبت به این کسانی میرسه که بیشتر از هر کس دیگه صبوری کردن، ایستادن، دردها کشیدن. امروز خداوند میخواد تو رو بلند بکنه. خداوند منو برد به کتاب ایوب تو این هفته و کتاب ایوب رو میخوندم. نه بارها بارها شما این داستان رو شنیدید. کتاب ایوب هم داستانش مثل تمام کسانی که عاشق خداوند هستن و ایستادن و شریر تو تمام دنیا نگاه میکنه و میبینه تو این دنیای سقوط کرده، تو این دنیایی که پر از درد و پر از مشکلاته، تو این دنیایی که تو گناه خابیده، افرادی هنوز پیدا میشن که عاشق خداوند هستن، افرادی پیدا میشن که خداوند رو فقط به خاطر روی خودش میخوان و میگه نه من نمیتونم تحمل بکنم. این سری افراد ادعای شریر چیه؟ ادعاش اینه که هیچ کس نیست در روی زمین که خداوند رو فقط برای خودش بخواد، و ما امروز اینجا هستیم تا اعلام بکنیم، ما ایستادیم تا تمام دنیا و دنیای تاریکی بشنوه که ما خداوند رو فقط و فقط به خاطر خودش میخوایم. اگر اینجا هستیم به خاطر اینکه عاشق خداوندمون هستیم، میتونستیم جای دیگه باشیم، ولی چون عاشق او هستیم، به خاطر داده هاش نیست که دوستش داریم، به خاطر وجود خودشه، به خاطر یک لحظه اون عشقشه، به خاطر فیضشه. امروز
وقتی دعا می کردم خداوند یه گوشه دیگه از فیض رو برای من مکاشفه کرد. و شاید تو عزیز داری میگی که من ناخه چی دارم تو زندگیم که شریر بخواد اینقدر بر علیه من بجنگه، این همه سختی، این همه فشار بس نیست، این همه ایستادم، چرا اینقدر تو زندگی من فشار هست، من که چیزی ندارم، ایوب این همه ثروت داشت، من که هیچ چیز ندارم، چرا اینقدر بر علیه من جنگه؟ و چیزی که خداوند نشون داد و جواب شاید سوال شما عزیزان باشه اینه که این یک جنگ عظیمه. تو فکر میکنی که هیچ چیز نداری، ولی در حقیقت چیزی داری که شریر ازش میترسه، و اون عشقی که به خداوند داری، اون عشقی که به خداوند داری، اون عشق و اون وفاداریت که تو هر سختی ایستادی به رحمتهای خداوند امیدواری ایستادی و باز هم میستی، این عشق همون عشقی که خداوند برای تو داده. آیا این عشق ارزشش بالاتر از هر چیز دیگه نیست؟ کلام خداوند میگه که محبت مثل موت زوراوره، از موت هم قوی تره. هر چیزی از بین میره تو این دنیا، فقط یک چیز واقع میمونه و اون محبته. وقتی کلام خداوند رو میخوندم یک لحظه دوباره خداوند بهم گفت این آیه رو دوباره بخون. هر چیزی از بین میره، هر کاری که تو داری انجام میدی، تو اون قسمت کلام نمیشه نبوت‌ها از بین میره، عطایای دیگه از بین میره، ولی بالاترین اونها که از بین نمیره محبته. ولی خداوند تو وسط اینا یک مکاشفه برای من کرد، برای شما عزیزانی که تو فشار هستید، کسایی که خداوند رو دوست دارید و بهش وفادارید. وقتی میگه هر چیزی از بین میره، منظورش مشکلات شما هم هست. امید حلیمان تا ابد زایل نخواهد شد. هر چیزی از بین میره بجز عشق، و هیچ چیز نمیتونه تو رو از اون عشق که مسیح به تو داره و تو به مسیح داری جدا سازد. آمین. خیلی وقتا درد کشیدیم چون هیچ کس نبوده، گفتیم خداوند امروز به طور مخصوص میخوایم حضور تو رو بطلبم روی زمین، چرا که به عنوان یک انسان احتیاج به تسلی دهنده دارم، احتیاج به یک کسی دارم که مرا در آغوش بکشه، مرا تسلی بده، بگه که خوشحالم که تو هستی، امید داشته باش، زیرا که او را دوباره حمد خواهی گفت. و امروز خداوند اینجاست تا این دسته عزیزان امروز به طور مخصوص بلند کنه، میخواد شماها رو در آغوش بکشه، میخواد تسلی بده، میخواد بلندتون کنه و بگه که خوشحالم از اینکه دل تو دنبال روی من میگرده، من تو رو دیدم، من تو رو فراموش نکردم، من تو رو از یاد نبردم. هر چیز تموم میشه، دردهای تو هم تموم میشه، ولی این جنگ یک جنگ عظیمی بر علیه توست، بر علیه آسمانه، جنگ عظیمی که بر علیه اون عشق خداوند، بر علیه فیضش، بر علیه قدوسیتش، بر علیه اون فیض عظیمش که محبتش رو جاری کرد. و ما که یک روزی دشمنان خداوند بودیم و فرزندانش ساخت، بر علیه این عشقه. و خداوند امروز اینجاست تا ثابت بکنه که هیچ چیز نمیتونه تو رو از اون عشق خداوند جدا سازه. آمین. خیلی وقتا احتیاج به تسلی دهنده داشتیم، ولی وقتی دوستامونم چون اونها هم انسانیت کهنه دارن شدن مثل دوستان ایوب، نه شروع کردن، حتما تو یه گناهی توی زندگیت بوده. نه، نمیشه که یکی اینقدر وقتی داشته باشه، نمیشه که یه نفر زن خدا باشه، مرد خدا باشه، این همه مشکلات داشته باشه. نه، حتما یه چیزی هست، حتما تو آدم مغروری هستی، حتما مال مردم رو خوردی، حتما این، حتما اون. ولی خداوند امروز اینجاست تا همونطور که جواب داد به ایوب و به اون دوستانی که شرمندهشون کرد، اومد تا امروز این دسته از افراد رو بلند کنه و بگه که من میخوام شما رو تسلی بدم تا دلتون شفا پیدا بکنه. خیلی وقتا عزیزانی که برای دیگران می ایستن به راحتی دلشون زخمی نمیشه، به راحتی درهای باز تو زندگیشون نمیاد، ولی زمانی که از زور فشار دلشون میگیره، اونجاست که در بازی باز میشه و شریر اونجا حمله میکنه. زمانی که دلت گرفته، امروز خداوند اینجاست تا هر کس که دلش گرفته رو به آسمان وصل کنه، که دل گرفته ما به خداوند وصل بشه تا اون شفای الهی جاری بشه، تا اون کار عظیم خداوند بیا تو زندگی ما نمایان بشه. میخوام چند تا آیه براتون بخونم، خیلی زیباست وقتی تو پر از درد و رنجی، ولی کلام خدا بهت میگه که کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار
یا قحطی، یا عریانی، یا خطر، یا شمشیر. اگه همه تو رو ترک کردن، همه چیزت رو از دست دادی، چی تو رو از محبت خدا جدا میکنه؟ زیرا یقین دارم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه دنیای تاریکی، نه هیچ قدرتی، نه بلندی و نه پستی و هیچ چیز دیگر و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی جدا سازد. وقتی هیچ چیزی نمیتونه تو را از محبت خداوند جدا سازه، آیا فکر میکنی دردهای تو تا ابد ادامه خواهد داشت؟ بر خداوند امید دار، زیرا که او را دوباره حمد خواهی گفت. به جانت بگو جان من چرا منحنی شدی؟ چرا شکسته شدی؟ دل کوچک من چرا گرفتی؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را دوباره حمد خواهی گفت. و امروز خداوند اینجاست تا به طور مخصوص اونهایی که احتیاج به تسلی دارن و در آغوش بکشه و بگه که دوستتون دارم. میخوام سرپا بیستیم عزیزان. بریم به حضور این خدای عاشق، این خدایی که اول او ما را دوست داشت، این خدایی که درس عاشقی رو به ما یاد داد. ای خداوند شکرت میکنیم که تو اینجا حضور داری. ای خداوند شکرت میکنیم که پیغام تو تشویق، تسلی، بنای قوته. شکرت میکنیم که تو فرزندان تو دیدی. تو شکرت میکنیم که با محبت ازلی اونها رو دوست داری و به رحمتهای خودت اونها رو جذب کردی. ای خداوند شکرت میکنیم که امروز میخوای کلیسای خودت رو بلند کنی. امروز میخوای فرزندانت در هر کجا که این پیغام رو میشنون از قوت آسمان آراسته بکنی. امروز میخوای کارهای عظیم تو زندگیشون بکنی. امروز میخوای دلشون رو در خودت محکم کنی، در خودت استوار کنی و میخوای درهای رحمت آسمان رو باز بکنی. خداوند شکرت میکنم، میدونم که امروز شفاها و معجزات بسیاری جاری خواهی کرد. ای خداوند چرا که تو اینجا هستی، تو الشدای، تو یهوه شما، تو اینجا هستی. ای خداوند تو خدای عاشق، تو اینجا هستی. وقتی تو رو داریم ای خداوند چه چیزی کم داریم؟ ای خداوند، ای خداوندم شکرت میکنیم. شکرت میکنیم که با وجود تو هیچ وقت تنها نیستیم. شکرت میکنیم که اگر هیچ کس ندی، تو دیدی ای خداوند. و تو امروز اومدی بلند بکنی. اومدی تا با آرامی، با آرامش، با روحی شفا یافته از حضور تو بیرون بریم. با جسمی شفا یافته از حضور تو بیرون بریم. با قوت آسمان از حضور تو بیرون بریم ای خداوند. تو قوت باشیم، قوت تو باشیم در روی زمین، نه فقط برای خودمون، بلکه برای دیگران. ای خداوند در ملکوت تو میخوای فرزندان تو بلند کنی تا نور و نمک تو باشن، نوری که از فاصله دور هم درخششش نمایان باشه، نمکی که به هیچ عنوان اون غلظت خودش از دست نده. ای خداوند شکرت میکنیم که وقتی تو میای آرامی میاری، تسلی میاری، شفا میاری، قوت میاری. ای خداوند ما رو پر بکن از آرامی خودت. ای خداوند به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. قلبمون رو به حضور این خداوند باز کنیم و شکرش بکنیم که ما تنها نیستیم، چرا که پسر خدای حی اینجا در کنار ما هست، در آسمان داره برای ما شفاعت میکنه. اگر هر دردی داری، او دردهای تو رو دیده، غمهای تو رو دیده، وفاداری تو رو دیده. پس شاد باش اگر وفاداری، شاد باش اگر مشکلات داری و دیگران به تو جفا میرسونن، به تو حرف میزنن، دل تو میشکنن، شاد باش چرا که اسمت در دفتر آسمان ثبت شده. شاد باش که خداوند اینجا حضور داره. شاد باش که اون شاهد هر لحظه زندگی تو هست. شاد باش که او تمام روزهای عمرتو شمرده و همه رو تا به آخر دیده و میگه که تو میتونی، چرا که من دستامو به سوی تو دراز کردم. میخوایم به این خداوند بگیم شکرت میکنیم که تنها نیستیم و تو همیشه تا انقضای عالم با ما هستی. La 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 la
نم وقتی دلم جونی نداشت وقتی که عاقبتم هیچ سر و سامونی نداشت عشق چشمم رو گرفتی شدی در مون دلم هیچ کسی جز تو نگفت چی میذاره توی دلم تنها نیستم همیشه تو با منی پیش منی دردی نیست وقتی تو باشی توی در مون منی تنها نیستم همیشه تو با منی پیش منی ترسی نیست وقتی تو باشی توی که جون منی بخشیدی هرچی گناهه که همه شادی کنن همه آدم های دنیا با تو آزادی کنن تو بزرگی تو خدایی تو همیشه لایقی تو مهیبی تو عجیبی آخر حقایقی تنها نیستم همیشه تو با منی پیش منی دردی نیست وقتی تو باشی توی درمون منی تنها نیستم همیشه تو با منی پیش منی ترسی نیست وقتی تو باشی تویی که جون منی رای را رای را تو باشی تویی که جون